محمد خان قاجار توجیه نشاتی که از پیروزی نهایی به این موجود سرخورد دست داد آسان است نه زیبایی خان نه جوانی او نه رفتار خسروانه ای که تا آخرین رمق و در عین نومیدی همچنان باقی بود هیچ یک نمیتوانست آن خاجی وحشتناک را خلع سلاح کند وانگهی گمان آن می رفت که پس از گرفتن همه هستی زند و کور کردنش و پس از فرو نشستن اتش آن قلب خوناشام سرانجام سرنوشت و فرجام کار مردم و پادشاهان برایش عبرت باشد. اینک سنگ های گرانبه های دهلی را به شکل بازوبند بر بازوی مغلوب می افت. اینها پیش او معنایی جرفتر از چیزهای مادی عادی داشت آن گوهرها رمز جادوی مالکیت جهان بود ولی آقا محمد خان کینه ی خاموشی ناپذیری داشت و هرگز دست از انتقام جویی نمی کشید. قتل عام مردم کرمان به اسلوب تر از نو آغاز شد. گرچه در برخی جزئیات اختلاف نظر است آنچه مسلم است اینکه آقا محمد خان خواستار شده است تا تعداد معینی چشم از چشم خانه شکست خوردگان درآورده و به نزدش ببرند این نیز برای وی نشانه ای از فرمان روایی بود همه ی افراد خانواده لطفلی خان را به بی سیرتی کشانید حتی شاهزاده خانم مریم به سرنوشت بدبخترین زنان گرفتار شد نخست بازی که دست سربازان افسار گسیخته ای ساختند و سپس جلوی شوهری پست افگندند. شاهزاد خانم های خورتال و تازه بالغ شیرازی نیز قربانی همسران بی آبرویی شدند تا هیچگاه هیچ یک از فرزندانشان نتوانند دعوی شاهزادگی کنند. با آنکه در روایت های رسمی این موضوع مسکوت گذاشته شده گفته می شود که دست و پای شاهزاده کور را هم بریدند و پیکری که به تهران کشانیدن چیزی نبود جز همین تنه ای که هنوز جان داشته است. اما لطفالی خان حتی با این حال هم سرکرده قاجار را به حراس می انداخد. اقامت سه ماهی آقا محمد خان قاجار پس از فیروزی در شیراز او را متقاعد کرد که در ایالتهای جنوبی هنوز همی از نام لطفلی خان را گرامی می دارد. به واقع به سبب همین ترس بود که آخرین پادشاهان زن شبی بی سر و صدا در تهران خفه شد و از آن زندگی پرشکنج رهایی یافت. پیش از گذشتن از این داستان دردناک چگونه میتوان در اینجا از روش قهرمانانه یک افسر ایل افشار در عین توجه به جنبه افسانه برخی روایت ها یاد نکرد اینان را که در روزگار کوتاه پادشاهی لطولی خان در کرمان زبد نگهبانش بودند به نزد آقا محمد خان آوردند. و چنان که در این گونه پیشامت ها رسمش بر این بود ایشان را با تجاهل نیش خندامیز و زیرکانه ای به باز پرسی گرفت. آیا لطفالی خان را دوست داشتید؟ همه یک صدا پاسخ دادند آری. عشق شما تا به کجا می کشید؟ ما تا پای مرگ او را دوست داشتیم. آیا هم بیگر را هم دوست دارید؟ آری. زیرا ما به سبب همخونی و برادری جنگی و وفاداری با هم برادریم. آقا محمدخان هیچ وقت لذت بخشش را درک نکرده بود معلوم نیست که اینجا خواسته از آن مردان آزموده را از مرگ به دست جلاد برهاند یا این بار هم بر اثر شرنگ بدگمانی به این بازی دست زده است آری این بدگمانی برای کسی که بارها دچار فریب و خیانت شده بود امریادی به شمار می رفت. باری فرمان داد که اسلحه افسران افشار را به ایشان باز پس دهند تا با هم بجنگند و یکدیگر را بکشند اما گفته می شود که هر یک از ایشان سلاح را به روی خیشتن برگرداند شاید هم بنابر مرسوم شاخ و برگی به این ماجرا افسوده شده باشد ولی کسی آن را نساخته است پس از آن همه وحشیگری های ستوه آور این روزنه به سوی عرش اعلای وفاداری قهرمانانه صبح امیدی به شمار می آمد. اما چون به داستان بیشکوه میرزا محمد خان کاشانی وزیر و منشی حضور لطفالی خان می رسیم با مایه ضعیفی از شرف انسانی روبرو می شویم. به قیافه پردازی چیره دستی بود و برای خوش آمد سرور خود نامه دشنام آمیزی را که خطاب به آقا محمد خان نوشته بود به نظم درآورده بود. هنگامی که آن بینوا را به حضور خاجه آوردن میلرزید و گفت بدبخت عذرت چه بود؟ گفت قربان لطفلی خان سرورم بود و در آن زمان ترس من از او بیشتر بود تا از حضرت اشرف چه شب و روز با او بودم و جنابالی آن سوی حصار شهر تشریف داشتید آقا محمد خان فرمان می دهد منشی را کور کنند و دستانش را ببرند سپس دوچار یکی از آن پشیمانی های توجیه ناپذیری شد که گهگاهی به او دست میداد، ولی به ندرت نشان داده می شد بر اثر چنین واکنشی که از وجدان تاریک او بعید بود مستمری در حق آن تیر بخت مقرر داشت و بنا به خواهش او اجازه داد تا پایان عمر در کربلا مجاور شود زانپس قاجارها از نابود کردن زند و خار و زبون کردن آنان چیزی فروگذار نکردند و این شیوه را به طور منظم دنبال کردند تا آنجا که از آن خاندان جز چیز اندکی باقی نماند به زودی تنی چند از اعضای آن خانواده با سلسله فرمان روا وصلت کردند اما کسانی که امروزه خود را به خاندانی نسبت می دهند که در گذشت نامی داشت جز از طایفه های فرعی و دور زند نیستند چنان که تا دیر زمانی شاخه ای نه از بستگان سران زند بلکه از اشیره ای بینام و آوازه که به هر حال بازمانده بیچاره و آواره آن خاندان بود همچنان به صورت گروهی چند صد نفری باقی بود و اینان در میان راه قم و عراق به چارواداری مشغول بودند و بارهای کوچک را همراهی می کردند. در روزهای سوگواری مذهبی و مصیبت خانی این بازماندگان خاندان در میدانها و تکیه ها با سرهای تراشیده و سینه های برهنه پیش از آغاز نوه سرایی درباره امام حسین و خاندانش داستان دلیرانه و دردناک لطفلی خان را دیباچه مرسی خود می قدرت و افتخار سال 1794 تا سال 1796 در گودی دشتی که کوهستان البرز در شمال آن کشیده شده از شهرک تهران به سرعت توسعه پیدا می کرد. همین این زمان حصار مستحکمی که گلرس سبک وزن در آن جانشین سنگهای سخت یا آجرهای ترد شده بود با برج و باروهای خود جایگاه دلپذیر ویژه شکار کریم خان را با آن باغستانهای وسعت یافته و بناهای تازه در میان گرفته بود. بدینسان ارکی که قلب شهر به شمار میرفت به وجود میآمد راه ارک از دالانهای پرپیچ و خم تاریک میگذشت چه عمارتها گرداگرد حیاتهای اندرون بنا شده بودند اما هنوز این همه آری از زیبایی بود حتی تالارهای پرتجمل از جمله تالاری که پنجرههایش از آن بالا رو به باغها گشوده میشد و در نهان برای جشن تاجگذاری در نظر گرفته شده بود در آنجا جلو فروشی های وحشیانه و دور از زرافتی به چشم میخورد. پایه ها و سرستون های مرمر پر و نگار و ستون های بلند بیتناسبی که از کاخهای شیراز کنده و به تهران آورده شده بودند به دست بنایان بی تجربه با ملاتی از گل روز ناشیانه روی هم سوار شده بود. با این همه چون امنیت برقرار بود و آقا محمد خان روی آوردن مهاجران را تشویق میکرد در پیرامون ارگ شهر تازه ای برپا می شد. در جنوب ارگ بازارهای بدقوارعی از گلروس همان محل بنا شده بود. در همه محله ها های باز می کاروان سراهای تازه ساز با تاخهای زشت و بدنما مردم را پناه می داد و آبنبارها آبهای بهاری را ذخیره می کرد گوان که جوابگوی احتیاج جمعیت ده برابر شدی شهر را نبود. مگر بازرگانان و صداگران و دلالان که به طمع سود مسلم مناطق فقر زده و شهرهای از رونق افتاده را رها می‌کردند چیزی بیش از این می خواستن. این گروه نورسیده نخست به سادگی بر مردم شهرک قدیمی افزوده می شدند و سپس با آنان در هم می بومیان آشیان خود را که در کمرکش تپه های روسی کنده بودند رها می کردن و به شهر روی می آوردند و با شتاب زدگی خانه هایی بنا می کردند که از یکی دو طوفان خراب می شد. چشمانداز شهر صفایی نداشت ولی با وجود این شهر روز به روز بزرگتر میشد زیرا که اهالی احساس امنیت پر دوامی می کردند. آقا محمد خان از کسانی بود که خیال بستن مرگشان دشوار است. حسار دوران شاه تهماس به اول خود به خود بیان که دستش بزنن فرو میریخ و درگوشه و کنار شهر نو ویرانه هایی پدید می آورد. در آن سوی دورترین بخشا خندق حفر میکردند و با همان خاک رس گدالهایی که در هر محل میکندند حساری تازه به پا میشد چیزی غم تر از حومه چسبیده به شهر نبود نه از باغ و بوستان خبری بود نه از کاخهای ییلاقی که نشانه نزدیک شدن به شهر باشد با این همه در یکی دو فرسنگی جنوب شهر دهکده هایی که رو به نابودی رفته بودند جان میگرفت مانند دولاب که خاکش برای سیفی کاری مناسب بود از بیابان کاسته و به شهر افسوده میشد. رونق کیسارها و بستانها از آقا محمد خان بود که حق تاراجگران و تجاوزکاران به مال و منال مردم را که هر کس بود به طرز عبرت کف دستش میگذاشت. گذاشت. گویند یکی از روستاییان دولاب شکایت برد که مرغانش را رو بودند. چون معلوم گشت که حسین قلی خان برادر ولی اهد در حین شکار مرغان دهقان را گرفته و به خورد قوشهایش داده از آقا محمد خان امر کرد که شاهزاده جوان به سان دزدی عادی تنبیه شود و چون به چوب و فلکش بستند که جسد نیمه جانش را به نزد مهد اولیا بردند ملکه بی سر و صدا به درمانش پرداخت چه میدانست که اعتراض و گله گذاری سودی ندارد و همان بهتر که این گونه موضوعها اگر قدر قدرت خدای نکرده باز به یاد آن نیفتد مسکوت بماند چگونه می در هر مورد فرمان بردار اون نباشند مگر نه آنکه اشیره آنان را به جایگاهی برتر از دیگر قبایل رسانده بود اموزادگان و همدستان حتی آنان که از شاخه پرغرور یوخاری باش بودند به بر سر حقوق پیشین خود را از یاد برده بودند. همه ی تایفه ها متحد گشته بودند و زان پس همگی به هیچ تفاوت تنها به نام قجرها خانده می شدند. با وجود این سرکردی محی به هوشیار به جا یا نابجا پیوسته از سوی برادران خود در استراب بود. برادران نیز به او اعتمادی نداشتند کسی مدعی است که به گوش خود شنیده که به آقا محمد خان می گفته اند تا وقتی که یکی از پسران محمد حسن خان قاجار زنده باشد تو رنگ آسایش نخواهی دید. با آنکه در کیسارها زندگی از سر گرفته شده بود و بازرگانی گسترش میافت و قطارهای دراز شطور که به تهران میرفت یا آن را ترک میگفت خاموشی جاویدان بیابانهای پهناور را هم میزد. باز هم در این شهر نو که سروت های کلان در پس دیوارهای بدنمای خود پنهان داشت سریع از سری از نشاط و شادکامی به چشم نمی خورد. همه جا بام های پست خاکستری و یک نواخ دیده میشد و حتی کهن منار ای هم وجود نداشت که از مسجد های بیشکوه آری از زیبایی خبر دهد. اینجا شهر اسرار و ترس و خاموشی بود که غرور خشک روح تصاح و پارسایی و زهد محتسب معا و رشگامیز پادشاهی صاحب اقتدار که هنوز از تاجگذاری سر باز میزد بر آن سنگینی میکرد اندوه همانندی بر دولت سرای اونیز نیز می میکرد وی که غالبا سرگرم لشکرکشی های طولانی و تاخت و تازهایی بود که ناگهان از سرزمین پر برکت آذربایجان و کناره های خزر به شیراز دور افتاده اش می کشند برای بازگشتش هیچ گونه جشن و نمایش شادمان ای برپا شود. اهالی با دلخوری به محرومی شورش افروزهای جشن بانگ گوشازار و پر سر و صدای بوق و کرنا نمایش های و جنگ و ستیز خونین حیوان های و لذت قربانی گاو و شطر و گوسفند در پیش پای صاحب اختیار رضا می دادند. آقا محمد خان که همواره روشنبین و غم زده بود درباریان را به پیروی از قانون آهنین خود وادار می کرد. هرگز بر نمیتافت که گزارش های فیروزی ها و کامیابی ها با پیرایه و مبالغه داده شود حتی اجازه نمیداد که شکست ها و ناکامی ها را در لفافه فساحت یا بهانه تراشی های ماهرانه بپیچند. مردمی که به مهار شده بودند هنوز از نگون هایی که تازه بر سرشان آمده بود بر خود و خوی شنیدن آژیرهای آشوب و داستان تاراچا و کشتارها را از سر به نکرده گفتی باز تشنه حادثه بودند. پس به سوی زهد و عبادت دیرین و یا فراموش شده و راه انداختن دسته و شبیه خانی روی آوردند که از طرف سلطان نه تنها تحمل بلکه تشویق هم میشد. نه تنها روزهای بزرگ عذاب بلکه سالگرد سوگواری های دیگر هم زنده شد. خیابان ها و چهار سوخ هایی که تاق نماهای آنها با هاشیه کاشی زیور یافته بود زیر پای دسته ها و حیعت های سیاه پوش ازاداران به لرز در می آمد. علم ها و کتل ها که غالبا پر جلال بود دسته های هر سنف را از یکدیگر مشخص و ممتاز می کرد. فریاد نوه های ازاداری که رفته رفته حیجان میشد تا دور دست ها شنیده می و این کار تا شبانگاه ادامه داشت. در جاهای معین کسانی که حرفه آنها برپا ساختن مراسم عزاداری بود به مصیبت خانی می پرداختند. سبک گفت و شنود و رواج می آف و تعذیه داری در همه جا وجود داشت. مینیاتوری از آن زمان که چندان معروف و استادانه نیست آقا محمد خان را هنگام گفتگو با حاجی ابراهیم وزیر خود نشان می دهد. ارزش خاص این نقاشیان است که به طور عجیبی با تصویر گیرای لطفلی خان قرین سازی شده است. زمینه آن با اندک تغییر گواه آن است که هنر همچون آرمان زندگی درباری هنوز هم به جلال و شوکت از دست رفته شیراز توجه داشته است. نقاش از بیم ناراضی کردن سلطان و برای آشتی دادن چاپلوسی احتیاط با حقیقت سیمای حراسنگیز و بیموی آقا محمدخان را در زیر کلاه بلند پوستی توان گفت با خطهای گنگوریز یک آدمک خیم شب بازی نشان داده است. صاحب صورت را از قواره های کمابیش کودکانه بالاتنه نزار بازوان لاغر و آستین های قبائی تیر رنگ با بازوبند های گرانبه ها از میتوان باز شناخت. آقا محمد خان بر روی کناری نمدی ظریف با غالیش ای ترکمنی در برابر درگاهی گشاده این نشسته و شمشیرش را به آنکه مانند یک بازیچه ظریف پیش رو نهد به کمر بسته است. و وزیر او نیز که قیافه این مبتزل و با ادب دارد در برابرش ایستاده است آن ریش دراز و آراسته را بیشک برای آن برایش گذاشته که پختگی و تجربه او را نشان دهد و با سیمای حالت که نمودار سالیان عمر نیست خواسته از صفای درونیش را بیان کند ردایی فراخ در بر و دستاری ستبر بر سر دارد پیداست که گوش به فرمان از فرمانی که پیوسته این شاه تراش پیشین بیدرنگ بران گردن می نهاد. پرده ای جلوی درگاه گشوده را گرفته و سبزی اندکی که از دو طرف آن به چشم می خورد نشان می دهد که او در باغ بوده است. چشماندازی که ورای آن گشوده می شود به دامنه نقاشی دلپسند شیراز نیست تپه های بالا و پایین و پسی های ناهمواری که ناشیانه ترسیم شده با بنایی بلند که بیشک کاروان سراس جلوی افق را می بندد. نقاش بینوای درباری که نامش برماگوم است با ترسیم این دو مردی که لابد بارها به همین سان با هم گفت و شنود داشته اند و نمایشی است از اتحاد زور و نیرنگ خواسته است احساس پادشاهی آرام و بی دقدق ای را در بیننده برانگیزد که به دوران خوشگوار بررسی ها و فراغت بازگشته است. چگونه میتوان از ذکر چیزهای ظریف نمایی که با آن صحنه بابروز روز خود را آراسته مثل حسطه مرمرینی که مرغان کوچک آبی در آن پر و بال چشم پوشید با این همه درباره آقا محمد خان خشک و بیروح بود پادشاه که پیوسته به این سو و آن سو می چنان که می‌دانیم از تجمل و شادکامی های پرتکلف بزرگان بیزار بود قصت روزافزونش همراه بود با بدگمانی ناگواری نسبت به هر آنچه که به کار نقشه هایش نمیخورد و به ویژه پس از تاجگذاری برای بالا بردن آبرو و اعتبار پادشاهی سودی نداشت. اندران با مقررات خشک و سختی اداره میشد. زندگی آنجا هیچ شباهتی نداشت به کاخای شیراز که در آن شاهزاده خانومهای زند در عین گرایش به سوی جمله چیزهای ظریف و لطیف زندگی شهری به برخورداری از آزادی خاص اشایر چادرنشین مباهات میکردند